بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا. پربرکت و بزرگوار است کسی که قرآن را که جدا کننده حق از باطل است بر بندهش نازل کرد تا بیم دهنده جهانیان باشد. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. همان کسی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست و فرزندی برای خود بر نگزیده است و در فرمان روایی هیچ شریکی ندارد و همه چیز را آفریده و اندازه هر چیز را چنان که مناسب آن بوده معین کرده است. و اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. و مشرکان به جای او معبودانی از بتا برای خود برگزیدند که چیزی نمی آفرینند و خود آفریده شده اند و مالک زیان و سود خود نیستند و نیز مالک مرگ و زندگی و قادر به برانگیختن نیستند. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. و کسانی که کافر شدند گفتند این قرآن جز دروغی نیست که محمد بافته است و گروهی دیگر او را بر این کار یاری داده اند. به راستی آنان با این سخن به ستم و دروغ بزرگی روی آورده اند. و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملا علیه بکرتا و اصیلا. و گفتند این قرآن همان افسانه های پیشینیان است که محمد آن را رونویسی کرده و هر بامداد و شامگاه بر او املا می شود. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. ای پیامبر بگو کسی آن را نازل کرده است که راز آسمان ها و زمین را می داند، بی گمان او آمرزنده مهربان است. و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا. و مشرکان گفتند این چگونه پیامبری است که همچون مردم عادی غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟ چرا فرشته‌ای بر او نازل نشده است تا به وی کمک نماید همراه او بیم دهنده باشد؟ او یلقا الیه کنز او تکون له جنت یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا.
یا چرا گنجی از آسمان بر او فرود نمی آید و یا چرا باغی ندارد که از میوه های آن بخورد. و ستمکاران مشرک گفتند شما فقط از مردی افسون شده پیروی می کنید. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. بنگر که چگونه برای تو مثلها زدند و گمراه شدند، چنان که نمی توانند راهی به سوی حقیقت بیابند. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانهار و یجعل لک قصورا. پربرکت بزرگوار است کسی که اگر بخواهد برای تو بهتر از این قرار می دهد، باغهایی که جویبارها از زیر درختان آن جاری است و نیز برایت کاخهای مجلل پدید می آورد. بل کذبوا بالساعت و اعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا. مشرکان با این سخنها در پی حق نرفتند، بلکه قیامت را تکذیب کردند و ما برای کسی که قیامت را تکذیب کند آتش سوزان دوزخ را مهیا کرده ایم. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا. هنگامی که دوزخ آنان را از دور دست ببیند از آن خشم و خروشی وحشتناک می شنوند. و اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا. و هنگامی که دست و پا بسته با گل و زنجیر در تنگنایی از آن انداخته می شوند در آنجا مرگ و نابودی خود را به فریاد می خوانند. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. به آنان گفته می شود امروز نه یک بار بلکه بارها درخواست مرگ کنید. قل اذلك خير ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. ای پیامبر بگو این عذاب دردناک بهتر است یا بهشت جاودانی که به پرهیزکاران وعده داده شده و پاداش و سرانجام آنان است. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. هرچه بخواهند در آنجا برایشان آماده است، جاودانه در آن خواهند ماند. این وعده ایست بر عهده پروردگارت که بندگان پرهیزکار تحقق آن را از او خواستند. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. و روزی که همه آنان و آنچرا که به جای الله می پرستیدند گرد آورده و به معبودان باطل می فرماید آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خود راه را گم کردند؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. آنان میگویند تو منزهی، برای ما شایسته نبود که به جای تو اولیا و دوستانی برگزینیم،
ولی تو آنان و پدرانشان را از نعمتها بهره‌مند نمودی تا اینکه یاد تو را فراموش کردند و گروهی هلاک شده گشتند. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. الله به آنان می‌فرماید به راستی معبودانتان ادعای شما را دروغ شمردند، در نتیجه اکنون نمی‌توانید عذاب را از خود دور کنید و نه از کسی یاری بجویید و هر کس از شما که ستم کند و باعث ترویج شرک در جامعه شود عذاب بزرگی به وی می‌چشانیم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أي پیامبر، پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه آنان نیز غذا می خوردند و در بازارها راه می رفتند و ما برخی از شما را وسیله آزمایش برخی دیگر قرار داده ایم تا روشن شود آیا شکیبایی می کنید و پروردگار تو همواره بیناست. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. کسانی که به دیدار ما امید ندارند گفتند چرا فرشتگانی بر ما نازل نشده اند یا چرا پروردگارمان را نمی بینیم؟ بی تردید آنان درباره خود تکبر ورزیدند و سرکشی بزرگی کردند. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون حجرا محجورا. روزی که کافران فرشتگان را ببینند هیچ بشارتی برای مجرمان نخواهد بود بلکه روز مجازات و عذاب است و فرشتگان میگویند بهشت بر شما ممنوع و حرام است و بهره‌ای جز عذاب ندارید. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. و ما به بررسی اعمالشان می‌پردازیم و همه را همچون غباری پراکنده می‌سازیم. اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. بهشتیان در آن روز بهترین جایگاه و نیکوترین استراحتگاه را دارند. و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکه تنزیلا. و یاد کن روزی را که آسمان با ابرهای سپید شکافته شود و فرشتگان پیاپی فرو فرستاده شوند. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. در آن روز فرمان روایی راستین از آن الله رحمان است و آن روز روز سختی برای کافران خواهد بود. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. و یاد کن روزی را که ستمکار دستانش را از حسرت میگزد و میگوید ای کاش من راهی هماهنگ با پیامبر برگزیده بودم. یا ویلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ای وای بر من، ای کاش فلان کافر را به دوستی نمی گرفتم. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا.
بی تردید او بود که پس از آن که قرآن و دعوت پیامبر به من رسید مرا به گمراهی کشاند و شیطان همواره انسان را تنها و خار می گذارد. و قال الرسول یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. و پیامبر گفت پروردگارا قوم من این قرآن را رها کردند. و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. و این گونه برای هر پیامبری دشمنی از بدکاران قومش قرار دادیم و پروردگارت برای راهنمایی و یاری تو کافی است. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. و کسانی که کافر شدند گفتند چرا قرآن یک باره بر او نازل نشده است؟ آری ما این گونه آن را بخش بخش نازل کرده ایم تا دلت را با آن استوار سازیم و آن را به تدریج بر تو خوانده ایم تا درک و حفظش آسان گردد. ولا یأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسیرا. و کافران هیچ اعتراض و مثلی برایت نمی آورند مگر آن که ما پاسخی بر حق و خوش بیانتر برای تو می آوریم. الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم اولئک شر مکانا و اضل سبیلا. کسانی که به رو در افتاده به سوی دوزخ محشور می شوند اینان بد جایگاه تر و گمراه تر هستند. ولقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا. و به راستی ما به موسی کتاب تورات دادیم و برادرش هارون را دستیار و همراه او قرار دادیم. فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. آنگاه گفتیم شما دو نفر به سوی قومی که آیات ما را تکذیب کردند بروید. آنگاه پس از آن که به مخالفت برخاستند آنان را به شدت هلاک کردیم. و قوم نوح لما کذبوا الرسل اغرقناهم و جعلناهم للناس آیه و اعتدنا للظالمین عذابا الیما. و قوم نوح را آنگاه که پیامبران را تکذیب کردند غرق نمودیم و آنان را برای مردم نشانه و عبرتی قرار دادیم و برای ستمکاران عذاب دردناکی آماده کرده ایم. و عاد و ثمود و اصحاب الرس و قرون بین ذلك كثيرا. و همچنین قوم عاد و ثمود و اهالی رس و نسل‌های بسیار را که بین آنان بودند هلاک کردیم. و کلن ضربنا له الامثال و کلن تبرنا تتبیرا. و برای هر یک از ایشان مثل‌های عبرت‌آمیزی زدیم و چون پند نگرفتند همگی را سخت نابود نمودیم. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. و بی تردید مشرکان از دیار قوم لوط یعنی شهری که باران بلا بر آن باریده بود عبور کرده اند. آیا آن ویرانه های باقی مانده از عذاب را ندیده اند؟ آری
دیده اند، اما به زنده شدن امید و ایمان ندارند. و اذا رأوک این یتخذونک الا هزوا اهذا الذی بعث الله رسولا، و هنگامی که تو را میبینند فقط به تمسخر میگیرند و میگویند آیا این همان کسی است که الله او را به پیامبری فرستاده است؟ این کاد لیضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، و اگر نسبت به پرستش معبودان خود ایستادگی نمی کردیم نزدیک بود از راه آنها گمراهمان کند، ولی آنگاه که عذاب الهی را ببینند خواهند دانست که چه کسی گمراه تر بوده است. ارأیت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون علیه وکیلا، آیا کسی که هوای نفسش را معبود خود کرده است دیده ای؟ آیا تو می توانی نگهبان ایمان او باشی؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، آیا گمان می کنی که بیشترشان می شنوند یا می فهمند؟ آنان همچون چهار پایانی بیش نیستند بلکه گمراه ترند. الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، آیا ندیدی چگونه پروردگارت سایه را گسترانده است و اگر می‌خواست آن را ثابت قرار می‌داد؟ آنگاه تغییر وضع خورشید نسبت به زمین را دلیل گسترش و حرکت آن سایه قرار دادیم. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، سپس با تغییر ارتفاع خورشید سایه کوتاه می شود و آن را اندک اندک به سوی خود باز می گیریم. و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا، و اوست که شب را پوششی برایتان قرار داد و خواب را مایه آسایش و روز را هنگام برخاستن و جنبش گرداند. و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته و انزلنا من السماء ماء طهورا، و اوست که پیش از باران رحمتش بادها را بشارت آور فرستاد و از آسمان آبی پاک و پاک کننده فرو فرستادیم. لنحیی به بلدتا میتا و نسقیه مما خلقنا انعاما و اناسی کثیرا، تا با آن سرزمین خشک و مرده را زنده گردانیم و دامها و انسانهای بسیاری را که آفریده ایم سیراب سازیم. ولقد صرفناه بینهم لیذکروا فأبا اکثر الناس الا کفورا، و به راستی ما آن دلایل و نشانه های قدرت پروردگار را به صورت های گوناگون بیان نمودیم تا پند گیرند، ولی بیشتر مردم جز سر انکار و ناسپاسی نداشتند. ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا، و اگر میخواستیم در هر دیاری بیم دهنده ای میفرستادیم. فلا تطع الكافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا، پس ای پیامبر از کافران اطاعت نکن و به وسیله قرآن با آنان به جهادی بزرگ برخیز و شکیبا باش.
و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا. و اوست که دو دریا را به هم آمیخت، این یکی خوشگوار و شیرین است و آن یکی شور و تلخ، و در میان آن دو مانعی نفوذ ناپذیر قرار داد. و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و کان ربک قدیرا. و اوست که انسان را از آب آفرید و او را دارای پیوند نسبی و سببی گرداند و پروردگار تو تواناست. و یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم و کان الکافر علی ربه ظهیرا. و مشرکان به جای الله چیزی را می پرستند که نه به آنان سودی می بخشد و نه زیانی می رساند و کافر پیوسته در برابر پروردگار خیش پشتیبان شیطان است. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. و ای پیامبر، ما تو را جز بشارت دهنده و بیم دهنده نفرستادیم. قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. بگو من در برابر رسالتم هیچ پاداشی از شما نمیخواهم مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند که همین مرا کافی است. و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده و کفا به بذنوب عباده خبیرا. و بر پروردگار زنده‌ای که هرگز نمی میرد توکل کن و به ستایش او تسبیح گوی و برای کیفر دادن همین بس که او به گناهان بندگانش آگاه است. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. همان کسی که آسمان ها و زمین و آن چرا که در میان آن دو قرار دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قرار گرفت، او الله رحمان است، پس در مورد او از آن که آگاه است بپرس و او کسی جز الله نیست. و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من رحمن قالوا و من رحمن انسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا. و هنگامی که به آنان گفته شود برای الله رحمان سجده کنید، میگویند رحمان کیست؟ آیا قرار است بر هر چه تو امر میکنی سجده بریم؟ و این دعوت تو بر نفرت و دوریشان از دین میافزاید. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. پر برکت و بزرگوار است آن پروردگاری که در آسمان ستارگانی بزرگ و درخشان قرار داد و در میان آن چراغی روشن و ماه تابانی پدید آورد. و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. و اوست که شب و روز را در پی یکدیگر قرار داد برای هر کس که بخواهد پند بگیرد یا سپاسگزار باشد. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
و بندگان مؤمن و حقیقی رحمان کسانی هستند که با فروتنی و متانت بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان با سخنان ناپسند آنان را خطاب می کنند به جای تلافی با ایشان به نیکی سخن می گویند. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما و کسانی برای پروردگارشان به سجده و قیام شب زنده داری می کنند. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم این عذابها کان غراما و کسانی که می گویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما برطرف کن که بی تردید عذابش سخت و پایدار است. اینها ساءت مستقرا و مقاما به راستی که دوزخ بد جایگاه و بد اقامتگاهی است. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما و نیز مؤمنان کسانی هستند که به هنگام انفاق زیاده روی و سخت گیری نمی کنند بلکه بین این دو روش اعتدال دارند. والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما و کسانی هستند که با الله معبود دیگر را نمی‌خوانند و کسانی را که الله کشتنش را حرام کرده است جز به حق نمی‌کشند و زنا نمی‌کنند و هر کس چنین کند کیفر گناه خود را خواهد دید. یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا عذاب او در روز قیامت دوچندان می گردد و با خاری و ذلت در آن جاودان خواهد ماند. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فأولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد پس اینانند که الله بدیهایشان را به نیکیها تبدیل می کند و الله همواره آمرزگاری مهربان است. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد پس حقا که به درگاه الله چنان که باید و شاید توبه کرده است. والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما و کسانی که در مجالس باطل حاضر نمی شوند و شهادت دروغ نمی دهند و هنگامی که به کار ناپسند یا بیهودهی برخورد می کنند بزرگواران از کنارش می گذرند و آلوده نمی شوند. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا و کسانی که چون به آیات پروردگارشان پند داده می شوند از آن غفلت نمی کنند و در برابر قرآن چون کران و کوران نیستند. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما و کسانی که میگویند پروردگارا از همسران و فرزندانمان به ما چنان عطا فرما که مایه شادی دل و روشنی چشم باشد
و ما را پیشوای پرهیزکاران قرار بده. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیها تحیة و سلاما. آری، اینان به خاطر صبری که کرده اند درجات و منازل عالی بهشت پاداش خواهند گرفت و در آنجا فرشتگان با درود و سلام از ایشان استقبال می کنند. خالدین فیها حسنت مستقرا و مقاما. در آنجا جاودانه خواهند ماند، چه نیکو جایگاه و نیکو اقامتگاهی است. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ای پیامبر بگو اگر عبادت و دعایتان نباشد پروردگارم اعتنایی به شما ندارد و ارزشی برایتان قائل نیست، براستی شما دعوت حق را دروغ انگاشتید، پس به زودی کیفر این کار گریبان گیرتان خواهد شد. اینها